سرخط قبرون. ما قرنطینه محله، قرنطینه شهر رو نداریم. اون چه قرنطینه است؟ قرنطینه فرده. یعنی حسن روحانی از کاهش بحران کرونا در کشور خبر داد. وزارت بهداشت اما میگوید تعداد قربانیان به 19 نفر رسیده و 44 نفر دیگر هم مبتلا شدند. درخواست خانواده های زندانیان از مقام های قضایی ایران در پی شیوع کرونا به آنها مرخصی بدهید. خسارت سیل در لرستان، راه ها بسته شد، ده ها روستا بی آب و برق ماندند. و تعویق مراسم تحلیف ریاست جمهوری در افغانستان، ارگ میگوید اشرف غنی تا حدود دو هفته دیگر سوگند یاد میکند. سلام، عصرتون بخیر. خوش اومدید به این بخش خبری در چهارشنبه 26 فوریه برابر با 7 اسفند ماه. در ایران وزارت بهداشت در تازه ترین آماری که داده شمار کل مبتلایان به ویروس کرونا را 139 نفر اعلام کرده. در این وزارتخانه گفته شده که از دیروز 44 مورد دیگر ابتلا به این ویروس شناسایی شده و 4 نفر جانشان را از دست دادند. اما رئیس جمهور ایران گفته که بحران رو به کاهش است و نیازی به قرنطینه هیچ شهری نیست. در همین حال روسیه گفته که از جمعه صدور ویزا برای ایرانی ها را متوقف می کند. شرکت هواپیمایی قطر هم گفته از امروز تعداد پروازها به ایران را به 1/3 حالت عادی کاهش می دهد. فرین عاصمی گزارش می دهد. ما مشخص کردیم. فاضل البته زیاد داریم تو کشور. کنایه حسن روحانی به کسانی که درباره ویروس کرونا اظهار نظر میکنند. هیچ مرجع دوم ما نداریم. خواهش میکنیم مردم رو اون چه واقعیته برای مردم بگن، نسخه برای کشور نپیچن. رئیس جمهوری ایران در حالی میگوید وزارت بهداشت مرجع مطمئن نیست که نحوه اطلاع رسانی وزارت بهداشت درباره ویروس کرونا در ایران مورد انتقاد است. حسن روحانی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت جای قرنطینه نخواهد شد. این شایعاتی که در میان مردمه که فلان شهر میخوان قرنطینه کنن، فلان شهر میخوان یک ماه قرنطینه کنن، اون محله رو میخوان یه هفته قرنطینه میکنن، یه همچون چیزی در تصمیمات کشور وجود نداره. ما قرنطینه محله، قرنطینه شهر رو نداریم. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیروز از مخفی کردن جزئیات حساس درباره شیوع ویروس کرونا در ایران ابراز نگرانی کرده بود. در مجموع روند کاهش رو ما مشاهده می‌کنیم. حسن روحانی امروز با تاکید بر تحت کنترل بودن شرایط در ایران تلویحاً پاسخی به وزیر خارجه آمریکا هم داد. حالا اخیراً یکی از مسئولین رده بالای آمریکا هم راجع به کرونا ایران داره حرف میزنه. حالا خودشون اونجا گرفتار کرونا هستن، خودشون تو آمریکا تو آنفولانزا امسال 16,000 کشته دادن. بنابر آمار وزارت بهداشت از 139 مورد ابتلا به کرونا، استان قم با 65 نفر بیشترین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در ایران دارد. بعد از آن استان تهران است با 26 مورد و بعد گیلان با 17 مورد. این تصویر نرجس خانعلی زاده است، پرستار 25 ساله اهل گیلان، شاغل در بیمارستان میلاد لاهیجان. همکارانش میگویند به بیماری کووید 19 ناشی از ویروس کرونا مبتلا شده بود و همه علائم را هم داشته. نتیجه آزمایش او هنوز اعلام نشده. نظام پرستاری شرق گیلان گفته علت مرگ این پرستار را پیگیری خواهد کرد. خبرگزاری های ایران از تعطیلی مدارس تا پایان این هفته خبر داده و گفتند احتمالاً از شنبه مدارس باز خواهد بود. خبری که بسیاری از خانواده ها را نگران کرده. اما وزیر بهداشت دلیل تعطیل نشدن مدارس را چیز دیگری می داند. ما وقتی تعطیلی مدرسه اعلام می کنیم، وقتی تعطیلی دانشگاه اعلام می کنیم، به این معنی نیست که همه رو پاشن. اگه کسب آزاد دارند و دولتی ندارند، اگر دولتی هستند و میتونن با مرخصی حل کنن، راه افتن برن مسافرت.
رئیس سازمان زندان‌های ایران هم گفته تا اطلاع ثانوی ملاقات‌ها فقط کابینی خواهد بود و این کار برای جلوگیری از ورود ویروس کرونا به زندان انجام خواهد شد. به دلیل بسته بودن محیط زندان و تجمع تعداد زیادی زندانی در محیط‌های کوچک، خانواده‌های زندانیان نگران ابتلای آنها به ویروس کرونا در زندان هستند. همزمان شرکت هواپیمایی قطر در اطلاعیه گفته مسافران کره جنوبی و ایرانی که به این کشور وارد می‌شوند، اگر علائم کرونا ندارند تا 14 روز خود را قرنطینه کنند و افرادی که علائم ابتلا دارند به مرکز درمانی بروند. در این اطلاعیه آمده که از امروز پروازهای تهران از 20 پرواز در هفته به 7 پرواز کاهش پیدا می‌کند و پرواز از شهرهای مشهد، شیراز و اصفهان تا 2 هفته موقتاً تعلیق می‌شود. ترکیش ایرلاینز شرکت هواپیمایی ترکیه هم تا 2 هفته همه پروازها به شهرهای ایران بجز تهران را لغو می‌کند. شهروندان خارجی که به چین و ایران سفر کردند هم نمی‌توانند به ترکیه وارد شوند. در حالی که اعتماد عمومی چندانی به آمار و اطلاعات حکومت وجود ندارد، دولت تنها مرجع اعلام اخبار درباره ویروس کرونا را وزارت بهداشت معرفی کرده. حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم از مجازات 3 سال زندان برای منتشر کنندگان اخبار کذب درباره کرونا خبر داده. فرین عاصمی، BBC. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده شمار موارد جدید ابتلا به ویروس کرونا در سایر نقاط جهان برای اولین بار از تعداد مبتلایان در چین پیشی گرفته. دیروز 411 مورد ابتلای تازه به کرونا در چین اعلام شد، در حالی که این رقم در سایر نقاط جهان 427 مورد بود. در اروپا، اتریش، کرواسی و سوئیس اولین موارد ابتلا به ویروس کرونا را در کشورشون اعلام کردند و گفتند که مبتلایان همگی به ایتالیا سفر کرده بودند. همزمان اولین مورد ابتلا به این ویروس در آمریکای لاتین در برزیل گزارش شده. شخص مبتلا به ایتالیا سفر کرده بود. ایتالیا با بیش از 300 مورد ابتلا و 11 مرگ بیشترین قربانی کرونا را در اروپا داره. در کانادا هم جواب آزمایش 1 نفر دیگر که از ایران به این کشور سفر کرده مثبت اعلام شده. و در ایران رسانه‌های داخلی از مرگ مشکوک یک ایرانی در زندان فشافویه خبر دادند. همزمان جمعی از اعضای خانواده زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه‌ای از اخبار نگران کننده در مورد شیوع ویروس کرونا در زندان‌های ایران ابراز نگرانی کردند. در چند روز گذشته قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها دستورالعمل‌هایی را برای مقابله و پیشگیری با این ویروس صادر کردند. همکارم امید منتظری که خبرهای مربوط به زندانیان و در ایران دنبال میکنه اینجا با من در استودیو است. امید، اگر میشه اول از وضعیت این زندانی بگیم که خبر فوتش منتشر شده، چه چیز بیشتری میدونیم؟ این دست کم در چند روز گذشته ما بارها اخباری رو شنیدیم زد و نقیز زماد این که افرادی در زندانهای ایران به کرونا مبتلا شدن. امروز روکنا، وبسایت خبری داخل ایران که از قضا تمرکز کاریش هم در حوزه های اجتماعی و دادگاه ها و زندانه، گفته که فردی که از قضا خودش هم احساس کرده بوده که سرماخوردگی خاصی داره، سرفه میکنه، اعلام میکنه که سرماخوردگیش ویژه است، تو زندان فشافویه بوده، همین زندان بزرگ تهران، و 44 ساله و با اتهام مالی در اون زندان بوده، منتقلش میکنن ولی این فرد فوت میشه. نکته اساسی اینه که وقتی ما میبینیم که یک نفری در بر اثر بیماری کرونا فوت شده، وقتی که نسبت بین جان باختگان و با افرادی که مبتلا میشن بخوایم در نظر بگیریم، این میتونه معنی اینو بده که تعداد افرادی که مبتلا شدن در زندان بزرگ تهران میتونه خیلی بیشتر از این باشه. ولی نمیدونیم که این زندانی که هست، میدونیم اسمی؟ میدونیم فقط اسم کوچیکش اعلام شده، علیرضا، چون هرانا که در واقع فعالیت های مسائل حقوق بشری ایران رو دنبال میکنه هم این خبر رو پوشش داده. در اون خبر اسم این فرد علیرضا منتشر شده. اوکی. ولی اطلاعات بیشتری ما نداریم. این نگرانی درباره وضعیت زندانی ها که الان به خاطر شیوع کرونا مطرح، چند روزی هست که ادامه داره. تازه ترین خبرها در این مورد چیه؟ چه اقداماتی داره انجام میشه؟ مهمترین اتفاقی که امروز افتاد این بودش که رئیس
سازمان زندان ها اعلام کردش که کمیته ویژه‌ای شکل دادن برای اینکه پیشگیری کنه از ورود کرونا به زندان های ایران، ولی نگرانی ها خیلی گسترش پیدا کرده بود، به حدی که امروز خانواده زندانیان سیاسی بیانیه دادن، گفتن که میتونه یه فاجعه انسانی در راه باشه به دلیل همین کمبود وسایل مورد نیاز بهداشتی زندانیان، به دلیل شمار به شدت پر 220,000 زندانی تو ایران داده که خود قوه قضاییه گفته ما می‌خوایم ظرف یک سال این تعداد به 150,000 تا برسونیم، یعنی گنجایش زندان‌ها خیلی بیشتر از یعنی افرادی که داخل زندان خیلی بیشتر از گنجایشی که اون زندان داده. نکته اینه که الان خانواده زندانیان سیاسی گفتن که یا به مرخصی بفرستین این زندانیانو یا اینکه اساساً آزادشون کنی. خب تو این بیانیه اشاره‌ای هم به باقی زندانیان نشده که خب میتونه خیلی وضعیت خطرناکتری داشته باشه، مثل کسایی که الان تو زندان لنگرود قمن و استرسی که کلاً وضعیت زندان‌های ایران رو در بر گرفته و یک کمی شرایط رو به سمتی برده که خود مسئولان قوه قضاییه هم به شدت دارن سعی میکنن. اگه خیلی کوتاه اشاره بکنیم به این مواردی که سازمان زندان ها میخواد بهش رسیدگی کنه و کمیسیونی که تشکیل داده مشخصا میخوان چی کار بکنن؟ این سازمان زندان ها گفته که ما توی این کمیته افرادی رو می‌خوایم بیاریم که در زندان‌ها باشن، بلافاصله بتونیم تست بگیریم. البته می‌دونید این تست در سراسر ایران کار راحتی نیست، باید به آزمایشگاه بده، ولی گفتن که به هر صورت بتونن چکاپ کنن، آموزش بدن زندانیانو، بتونن وضعیتی رو بتونن وضعیتی رو برقرار کنن که خود زندانی‌ها هم بتونن که در واقع به وضعیت خودشون رسیدگی کنن و در نهایت هم دارو و درمان‌های بیشتری رو انجام بدن. ولی در نهایت این نکته هستش که مسئله اساسی زندانیان همواره این بوده که جدای از این که اونها به پزشکی داخل زندان منتقل میشن، همواره میگفتن که ما احتیاج به پزشک متخصص داریم که اون خارج زندانه و همواره هم مخالفت میشده با انتقال زندانیان. ممنونم ازت امید منتظری، همکارم اینجا. مرسی. آمریکا 13 شرکت و شخص را به اتهام مشارکت در برنامه موشکی ایران تحریم کرده. وزارت خارجه آمریکا گفته تحریم شدگان در کشورهای چین، روسیه، ترکیه و عراق هستند. از 4 شرکت و 1 شخص چینی و 1 شرکت در ترکیه هم اسم برده شده، اما به مشخصات طرفهای روسی و عراقی اشاره‌ای نشده. با گذشت 3 روز از بازداشت فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه تهران، هنوز خبری از او در دست نیست. به گزارش دانشجویان متحد، خانم یزدانی پور به مکان نامعلومی منتقل شده و از محل نگهداری و دلیل بازداشتش اطلاعی در دست نیست. در چند روز گذشته به دلیل نامعلوم شماری از دانشجویان بازداشت شدند. حقیقت جوان، امیر حسین علی بخشی و ضیا نبوی از جمله این دانشجویان هستند. دیدبان حقوق بشر از سازمان ملل خواسته که به سرکوب خشن اعتراضات آبان ماه در ایران سریعاً رسیدگی کند. این نهاد در نامه‌اش به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته نیروهای امنیتی ایران از اسلحه و تجهیزات کشنده برای سرکوب معترضان استفاده کردند، ولی در این باره بازخواست نشدند. سازمان عفو بین‌الملل هم در بیانیه‌ای از وضعیت بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ابراز نگرانی کرده و گفته که شکنجه و حبس‌های طولانی آنها را تهدید می‌کند. رئیس بانک مرکزی ایران میگوید با توجه به پیشبینی‌ها تورم زیر 20% در سال آینده دور از دسترس نیست. عبدالناصر همتی در نشستی با اقتصاددانان گفته که با توجه به شرایط خاص و اساس کشور، بانک مرکزی تمام تلاشش را می‌کند تا آرامش و ثبات را به بازارهای پول و ارز تامین کند. نرخ تورم 12 ماه منتهی به بهمن حدود 37% اعلام شده. دولت ایران در مورد قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه اقدام مالی FATF بیانیه صادر کرده. در این بیانیه آمده که ایران سیاست‌های ضد تروریسم را بر اساس ماهیت عدالت‌خواهانه و صلح‌طلبانه از جمله مقابله با پولشویی ادامه خواهد داد. پس از قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF، قیمت دلار در بازارهای ارز این کشور روند صعودی داشته. قیمت ارز در ایران بار دیگر افزایش یافته و امروز دلار در صرافی‌های دولتی 15600 تومان فروخته می‌شد که 800 تومان بیشتر از دیروز است. قیمت فروش یورو هم در صرافی‌های بانکی 16700 تومان بود. در
استان لرستان ایران سیل آب و برق ده ها روستا را قطع کرده. راه‌های ارتباطی بیش از 100 روستا هم مسدود شده. وزارت نیرو گفته که ده ها تیم عملیاتی به مناطق سیل زده اعزام شدند. بارندگی شدید در دو روز گذشته باعث راه افتادن سیل در این استان غربی ایران شده. همکارم سیاوش اردلان اینجا با من در استودیو خبرها رو دنبال کرده. سیاوش، بارش به نظر فروکش کرده، الان آخرین وضعیت اونجا چیه و وضعیت راه‌های ارتباطی؟ وضعیت خرم‌آباد خیلی بهتر شده، به غیر از اون پل اصلی جهادگران و میدان‌های اصلی شهر، خیابان امام و مطهری و اونجا که زیر آب هستن و هنوز دچار آب گرفتگی‌ان، اکثر مردم میتونن این نفس راحتی بکشن. ولی همچنان اون مسیرهای مواصلاتی که تو گفتی، یعنی از مسیر خرم‌آباد تا اندیمشک و تمام اون پل‌هایی که تو این مسیر هستن، خیلی‌هاشون خراب شدن و دلیل قطع شدن ارتباط بین روستاها هم همین پل ها هستن. پل چمکبود پلی بودش که سال گذشته بعد از سیل فروردین اینها دوباره بازسازی کردن و رو همون پایه ها مجددا ساخته شد و بعد از این سیل از بین رفت. یا پل دواب رئیسان، اون هم از بین رفت، پل قدیمی بودش تو اون مسیر. بنابراین از تمام نقاط بالادستی الان خرم‌آباد که نورآباد هستش تا پایین ترین نقطه در پل دختر و روستاهای اطراف تو شرایط بدی هستن، مخصوصا پل دختر، چون تمام اون رودخانه کشکان که همین جوری طغیان میکنه تو مناطق پایین دستی به پل دختر میرسه و الان پل دختر، امروز تصاویری داشتیم که با پهباد از اون بالا رد میشدن، خیلی از مردم تو روستاهای اونجا پناه بردن به پشت بوم ها ولی دولت داره میگه که تلاشایی رو کرده برای برق رسانی به خیلی از این روستاهایی که ارتباطشون قطع شده و همینطور آب رسانی. از تلاشای دولت گفتی، چند روزه که مقام ها دارن تو ایران هشدار میدن درباره این سیل، چه کردن تا حالا؟ همین هشداری که دادن، 4-5 روز کارشناسان دارن هشدار رو میدن. از دیروز هلال احمر اومد تلویزیون محلی مردم هشدار داد که خونه‌هاشون رو تخلیه کنن، نه فقط تو منطقه لرستان، حتی در اسلام‌آباد غرب هم ما دیدیم که با خودرو ماموران دولتی میرفتن و هشدار میدادن که خونه‌هاتون رو تخلیه کنین و این خیلی کمک کرد که درجه سیل زده ها و آمار اونهایی که آواره شدن کمتر بشه. ولی هنوز در خیلی از این روستاها منتظر این کمک ها هستن. بنابراین هشدارها تا کمی کمک کرد، ولی کلن چون ما با بحث توسعه ناپایدار در ایران روبرو هستیم، از جمله به خاطر همون پل‌هایی که بعد از بازسازی دوباره زیر آب رفتن و بحث همیشگی تجاوز به حریم رودخانه ها، برای من هشدارها تا یه حدی جواب میده. اگه یه اشاره کوتاهی به پل دختر کردی، ولی بیشترین خسارت ها رو به جز اونجا کجا دیدن؟ بیشترین خسارت ها رو تو منطقه نورآباد دیشب، سیل زیادی بود، آب گرفتگی بود اونجا، اون منطقه بالادستی بودش. ولی از علی گودرز شما بگیرین، اونجا هم خیلی زیاد روستاهای زیادی تخریب شدن. خرم‌آباد تا حد زیادی تونست از این خطر رو از سرش به در بکنه، ولی تو همون مسیر پایین دستی، مخصوصا شهر معمولان که حد واصل بین پل دختر و خرم‌آباد هستش و روستاهای اطراف معمولان که بیشترین تخریب‌های پل‌ها و خطوط مواصلاتی رو داشتن، اونا از همه بیچاره دچار مشکل شدن. ممنونم از سیاوش اردلان. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. وزارت بهداشت ایران میگوید با درگذشت 4 نفر دیگر، شمار قربانیان ویروس کرونا در این کشور به 19 نفر رسیده. خانواده‌های بعضی از زندانیان در ایران از مقامات قضایی خواستند که زندانی‌ها تا پایان شیوع ویروس کرونا به مرخصی بروند. در ادامه برنامه، نقش رسانه‌های چاپی و اجتماعی در تبلیغات انتخاباتی تاجیکستان. اگر ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که مراسم تحلیف اشرف غنی تا 19 حوت یا اسفند ماه به تعویق افتاده. قبلا اعلام شده بود که مراسم تحلیف فردا برگزار می شود. پیش از اینکه دولت افغانستان این تصمیم را اعلام کند، وزارت خارجه آمریکا از دولت افغانستان به خاطر پذیرش تأخیر در مراسم تحلیف تشکر کرده بود. همکارم علی حسینی از کابل با ماست. علی، اگر میشه اول توضیح بده که میدونیم آیا دلیل به تعویق افتادن مراسم تحلیف چه هست دقیقا؟ دقیقا ارگ ریاست جمهوری 3 موضوع را مطرح کرده، از جمله این که به خاطر شیوع ویروس، شایعات درباره شیوع ویروس کرونا تصمیم گرفته شده که تقریبا 2 هفته بعد برگزار شد. دلیل دومش هم این است که وقت زیادی مهمان‌ها داشته باشن که به افغانستان بیان. و دلیل سوم که ارگ ریاست جمهوری مطرح کرده، برای این که آمادگی بیشتر فنی گرفته بشه. علی، میدونیم که دلیل این که آمریکا پیش از اعلام دولت افغانستان این رو گفته، دلیل چه است؟
ببینید خاصه آنطور که گفته شده خاصه ایالات متحده آمریکا ای بوده که این مراسم تحلیف ریاست جمهوری افغانستان با تاخیر برگزار بشه. یکی اینکه جنجال ها هنوز ادامه داره، رقیب آقای غنی در انتخابات ریاست جمهوری آقای عبدالله هنوز میگه که مخالف این نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری و خودش به عنوان رئیس جمهور میدونه. از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا در یک موقعیت حساسی قرار گرفته، او هم که قرار است آنطور که گفته شده هفته آینده، حالا شنبه بعضیا میگن، توافقنامه صلح بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان پس از یک دوره هفته کاهش خشونت در افغانستان در دوحه قطر امضا بشه. به همین خاطر این وضعیت سبب شده که ایالات متحده آمریکا درخواست کنه از دولت افغانستان که مراسم سوگند ریاست جمهوری را با تاخیر برگزار کنه و مشخصا هم وزارت خارجه آمریکا گفته که این موضوع سبب میشه که تمرکز بیشتری روی روند صلح صورت بگیره. به نظر میرسه حالا ایالات دولت افغانستان پس از آن که تلویحا ایالات متحده آمریکا ریاست جمهوریش را و نتیجه انتخابات را پذیرفته، حالا در برابرش گفته که با تاخیر مراسم تحلیف انتخابات تحلیف ریاست جمهوری را برگزار میکنه. ممنونم ازت علی حسینی همکارم از کابل. در چهارمین روز درگیری‌های مرگبار در پایتخت هند، نیروهای ارتش در بخش‌هایی از شهر دهلی مستقر شدند. قرار است مقررات منع رفت آمد هم به اجرا گذاشته شود. در چند روز گذشته در حمله به خانه و مغازه های مسلمانان دهلی بیش از 20 نفر کشته شدند. خشونت ها یک شنبه و با حمله به تظاهرات مسلمانانی که به قانون جدید مهاجرت اعتراض داشتند شروع شد. فؤاد مسیحا گزارش می دهد. می گویند برای نجات جانشان فرار می کنند. این ویدیو که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، هندی‌های مسلمان را نشان می‌دهد که بار و بندیلشان را جمع کردند و از همسایگی غیر مسلمان‌ها می‌گریزند. گزارش شده که در چند روز گذشته، محل زندگی و کاروبار مسلمان‌های دهلی هدف حمله قرار گرفته. سه روزه که از وحشت نمیتونم از خونم بیام بیرون. میترسم که این آدما بریزن تو خونم، سنگ بزنن، ماشینم رو آتیش بزنن. هر کاری از اونا برمیاد. از همان ابتدای شروع درگیری ها پلیس وارد عمل شد، اما خبرنگارانی که برای پوشش این حادثه رفتند میگویند این نیروها عملا کار زیادی برای جلوگیری از حمله مهاجمان نکردند. پیشتر هم انتقادهایی از عملکرد پلیس در جریان ناآرامی های روزهای اخیر مطرح شده بود. عده‌ای از روبروی ساختمون‌ها به این طرف شلیک می‌کنن. از 10 صبح تا 7 شب بارها به پلیس اینجا زنگ زدیم و گفتیم که اون آدم‌ها شعار میدن زنده باد رام و وارد محله ما شدن، اما پلیس هیچ کمکی نکرده. امروز نارندرا مودی نخست وزیر هم که در دو روز گذشته سرگرم میزبانی از رئیس جمهوری آمریکا بود، سکوتش را شکست و از مردم دهلی خواست به خشونت‌ها پایان دهند. صلح و همزیستی از اصلی ترین ارزش های ماست. از برادران و خواهرانم در دهلی می خواهم که همیشه صلح و برادری را حفظ کنند. آرامش باید خیلی زود به دهلی برگردد. بسیاری از منتقدان آقای مودی می گویند سیاست های سفت و سخت او برای ترویج ملیگرایی هندو شرایط را برای درگرفتن خشونت های فرقه ای آماده کرده. مسلمانان هند در دو ماه گذشته بارها در اعتراض به قانون جدید مهاجرت به این کشور تظاهرات کردند. تجمعاتی که در مواردی با برخورد قهرآمیز پلیس به خشونت کشیده شده. مخالفان قانون جدید آن را ضد مسلمانهای هند می دانند. آتش خشونت‌های این روزها را هم درگیری میان هواداران و مخالفان قانون مهاجرت شعله‌ور کرد. درگیری‌هایی که حالا دیگر رنگ و بوی فرقه‌ای گرفته. مقام های محلی امروز دست به دامن ارتش شدند برای بازگرداندن آرامش به پایتخت کشوری که از بزرگترین نمادهای تنوع دینی و قومی در جهان است. فؤاد مسیحا، بی بی سی. در تاجیکستان احزاب سیاسی و نامزدها به جز رسانه‌های چاپی و تصویری از شبکه‌های اجتماعی هم برای معرفی برنامه‌های انتخاباتیشون استفاده می‌کنند. حذف احزاب و نشریه‌های مخالف دولت از عرصه سیاسی فضا رو در آستانه انتخابات پارلمانی و مجلس‌های محلی از شور و هیجان خالی کرده. سهراب ضیا نگاهی کرده به جایگاه رسانه‌ها در تبلیغات انتخاباتی تاجیکستان. این روزها فضای خیابان‌های شهر و نواحی تاجیکستان متفاوت از سه هفته پیش است. در همه جا این گونه شعار و نوشته‌ها را می‌توانید که همه را
به انتخابات اولی مارس فرا می‌خوانند و به اهمیت این رویداد سیاسی تاکید می‌کنند. طبق قانون در رادیو و تلویزیون دولتی به احزاب سیاسی تا 40 دقیقه و به نامزدها از حوزه‌های انتخاباتی تک نفری تا 20 دقیقه وقتی رایگان داده می شود تا برنامه هایشان را معرفی کنند. اینجا چاپخانه دولتی شرق آزاد است، محل چاپ روزنامه ها و نشریه های گوناگون. حزب ها در تبلیغ اهداف و برنامه هایشان بیشتر از نشریه های رسمی استفاده می کنند، زیرا تیراژ این روزنامه ها در مقایسه با نشریه های غیر دولتی به مراتب زیاد است و در سراسر تاجیکستان توزیع می شوند. صدای مردم، نشریه پارلمان تاجیکستان، بیشتری مطالب شماره تازه این نشریه و موضوع انتخابات پارلمانی و مجلس های محلی در تاجیکستان اختصاص دارد. بر اساس مقررات قانون، تمام احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی برای تبلیغ برنامه های انتخاباتیشان حق برابر و رایگان استفاده از نشریه های رسمی مثل صدای مردم را دارند. نشریه مستقل سمک هر هفته با راهبر یک حزب سیاسی مصاحبه انجام می دهد تا خوانندگانش با برنامه های انتخاباتی آنها آشنا شوند. مسئولان هفته نامه می گویند به دلیل مشکلات دسترسی به اینترنت، مردم در آستانه انتخابات ها بیشتر رو به نشریه ها می آرند. هرچند که بسیاری ها حاضر فکر میکنند که واسطه از همه تاثیر رسان این شبکه های اجتماعی و اینترنت است، اما با نظر داشت امکانیت دسترسی مردم در منطقه ها به اینترنت، من فکر میکنم که واسطه مؤثر در منطقه ها، منطقه های دوردست مخصوصا، همانو روزنامه باقی میماند. مشکلات مالی دسترسی بسیاری از حزب های سیاسی را به رسانه های مستقل محدود کرده. رسانه های دولتی هم بیرون از مقررات قانون انتخابات پا گذاشته نمی توانند. این وضعیت باعث شده تا برخی حزب ها راهی برون رفت از این وضعیت را پیدا کنند. ما امروز شبکه های اجتماعی داریم، یعنی اینترنت میگیم. خب این حکومتی داره کرده نمیتونند. پیش رو این حکومت گرفته نمیتونند. حزب ها میتونند با واسطه همه برنامه‌اش به مردم معرفی کنند، مشکلات مردم بررسی کنند. بعضی رسانه های پرطرفدار مثل ایشو پلاس از تبلیغ برنامه های حزب ها و داوطلبان نمایندگی پارلمان دست کشیدند، به دلیل قابل پیش بینی بودن نتایج انتخابات. برخی کارشناسان میگویند قطع فعالیت نشریه های مستقل مانند نگاه و آزادگان باعث شده مطالب چالش برانگیز درباره انتخابات و احزاب سیاسی تقریبا چاپ نشود. سهراب ضیا، بی بی سی، دوشنبه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون و تا لحظات دیگه با خلاصه خبرها باز هم با شما خواهم بود.